ده دقیقه آینده، 10-15 دقیقه آینده حتما خب ادامه میدیم برنامه منو، اگر نه دیگه متاسفانه امروز تلفن ما قطع نیست، نمیدونم. بله من مشکل اتاق فرمان بازم گفتن تلفن من وصله، فکر میکنم دارم صحبت میکنم. ما محمد شکوهی رو تو این فاصله دعوت کردیم که بتونیم در دو موضوع، یکی هم در رابطه با موضوعی که الان داریم با ایشون صحبت کنیم، موضوع دیگه هم در رابطه با زلزله در که اتفاق افتاده. محمد شکوهی خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. با سلام به شما و بینندگان عزیز کانال جدید. من اول اگه اجازه بدین یک گزارش مختصری از خبر تاسف آفر زلزله دیروز رو بگم. دقیقاً. متاسفانه دیشب ساعت 2:30 شب زلزله بالای 6 درجه زلزله 6 ریشتری 6.2 ریشتری من استان ایلام و استانهای همجوار را لرزانده. شدیدترین بخش زلزله تو شهرستان آبدانان و بخش مرمری و یکی از بخش‌های شهرستان دهلوران بوده. به هر حال تا اونجایی که اخبار و گزارشات و حکومتی برمیگرده، بعد از یک روز سکوت ناچار شدن به اخبار و گزارشاتی را چیز بکنن، چی بگن، اعلام بکنن، زد و نقض اطلاع بدن اینا. منتها آخرین خبرهایی که تو این مورد هستش اینه که جمهوری اسلامی گفته که نزدیک به 400 نفر زخمی شدن و بین 8,000 تا 12,000 واحد مسکونی چیز شده، دچار خسارات بین 20-80% شده. و هم نفس این که به حال تا الان تا اونجایی که از اخبار برمیگرد اینا، خوشبختانه کسی جانش رو از دست نداده، فقط تعدادی زخمی شدن. این دلیل بر این نیستش که به حال خونه های اون منطقه امن بوده یا به حال امکانات پیشگیرانه شده، بلکه شانسی که مردم داشتن در واقع منطقه آبدانان و دهلوران و استانهای کرمانشاه و ایلام دو مدت چند روز گذشته مدام با زلزله های خفیف 3-4 ریشتری بوده. در واقع مردم حالت آماده باش داشتن و عصر روز که زلزله 6 ریشتری اتفاق افتاده اینا، و حال مردم اکثرا از ترس و نگرانی تو بیرون بودن. اگر نه درجه 6 ریشتری به حال ما سابقه شده داریم، 6 ریشتر بود که زلزله ورزگان 100 نفر را کشت، 7 ریشتر بود که زلزله بم و چیز کرد، 7 ریشتر بود که زلزله معروف و رودبار تلفات هزاران نفر وارد کرد اینا. به حال این خودش نشون میده که به حال ابعاد این زلزله چقدر بود اینا. منتها تا الان وضعیت فعلی که تو مناطق هستش اینا، همین الان اخبار و گزارشات از اعتراضات مردم توی اون منطقه هستش، خصوصش تو بخش موسیان شهرستان دهلوران که مردم به کمبود یخ، وسایل گرمایشی، پتو و چادر معترض هستند. از ساعت 1 بعد از ظهر امروز منطقه به شدت بارانی طوفان شدید چیز گرفته، صورت گرفته توی اون منطقه، و اون چادرهای ابتدایی هم که مردم به حال برای خودشون درست کرده بودن اینا، در برابر این وضعیت بدی آب و هوا چیز نکردن، مقاومت نکردن. به حال اعتراضات مردم هستش که خود خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران هم ناچار شده به این قضیه اعتراف بکنه. به حال چند تا نکته که این قضیه زلزله فاجعه تاسف آور مهم هستش، اونم اینه که یک، به هیچ وجه از جمهوری اسلامی انتظار رساندن کمک و کمک رسانی که این وضعیت نبوده تا به حال، تجربیات تا کنونی و حتی تجربه همین زلزله دیروز هم نشون داره که مردم از استانهای کرمانشاه و ایلام در کاروانهای 100 نفری کمک های مردمیشون رو جمع کردن و رسوندن به دست زلزله زدگان. اولین کاری که جمهوری اسلامی در هر واقعی اینجوری که پیش میاد اینا، بلافاصله امنیتی و نظامی کردن منطقه است. جالب اینه که این واقعا جالب که چه واقعا بیشرمانه و وقیحانه هستش. 8 ساعت بعد از زلزله به این شدت نیروی انتظامی استان ایلام و شهرستان آبدانان اطلاعیه داره که امنیت در مناطق زلزله زده برقرار است. این تنها اطلاعیه که بعد از 8 ساعت از زلزله چیز شده. یه نکته دیگه که توی این رابطه مهمه اونم اینه که تعدادی از روستاها خودشون گفتن 76 تا روستا بین محور
دهلران و شهرستان آبدانان تلفات و خسارات سنگینی بهشون وارد شده و جمهوری اسلامی هم بی‌شرمانه توجیه کرده به دلیل قطعی راه‌های مواصلاتی و ارتباطی امکان کمک رسانی به اونا نیستش. فقیهانه است. تو همین حالت فرمانده سپاه پاسداران، جانشین فرمانده سپاه پاسداران با هلیکوپتر بردن مرز دهلران رو نشون دادن بهشون، ولی از استفاده به حال امکاناتی که جمهوری اسلامی داره و قطعا هر دولتی دیگه یک ذره بوی انسانیت برده باشه تو اختیار و کمک مردمش میذاره نذاشتن. به حال خلاصه بکنم اینا مردم معترض هستن، امکانات زیستی ندارن. از دیروز به این ور 217 زلزله دوباره اونجا شده، 12 تاش بالای 5 ریشتر بوده. خودشون دوباره عصر امروز ساعت 5:30 از آماراشون اصلاح کردن. آخرین آمارش اینه که 410 نفر زخمی شدن، 76 تا روستا خسارات زیادی دیده، 12,000 تا واحد مسکونی بین 2 تا 70 درصد به حال صدمه دیده. مردم به حال به شدت نیاز به، بخصوص کودکان، زنان نیاز به آب دارن، گرمای روزانه و سرمای شبانه مشکلات عدیدی را اصطلاح برای مردم به وجود آورده. من گزارشم تموم شد. خیلی ممنون، گزارش بسیار مبسوطی بود. و شما گفتید بیش از 200 زلزله شد، درست فهمیدم؟ بله، از ساعت 2:30 تا امروز ساعت 4 بعد از ظهر 217 مورد زمین تو اون منطقه لرزیده که 12 موردش لرزش بالای 5 ریشتری. اما محمد شکوهی، موضوع برنامه امروز ما کارنامه دولت روحانی تو یک سال گذشته بود. شما به عنوان کسی که کاملا کارنامه دولت روحانی رو فکر کنم زیر نظر دارید و تحقیق میکنید و دنبال میکنید، و نظر شما در رابطه با کارنامه یک ساله جمهوری اسلامی یا دولت روحانی چیه؟ بفرمایید. من ابتدا از همین صحبت آخر شما که در رابطه با تورم صحبت کردین، گفتین که به حال ادعا کردن که تورم رو چجوری کردن، تورم و پولی رو آره پایین آوردن. تورم و پولی چون دست خودشون، دولت دلار فروشانه، دولت عرضه کننده دلاره، دلار رو میریزه با چیز و قیمتش رو میبره بالا، پولا رو جمع میکنه، میگه نقدینگی شده 470,000 میلیارد تومان. این نقدینگی دست چی؟ از نظر اون قیمت پایین اومده، ولی کارگری که با ریال کار میکنه، دستمزد ریال میگیره، نون و پنیر و تخم مرغ رو به قیمت دلار میخره، برای اون تورم فرق داره که نه فقط پایین نیامده، بلکه با دادهای اقتصادی بالا هم رفته. تورم واقعی در دولت روحانی توی یک سال گذشته از 38% به 46% رسید. این چیزی که بانک جهانی تایید کرد. یک. دو، در رابطه با ارزش پول، اینا اومدن گفتن ارزش پول بیاریم پایین که کشورها راغب بشن سرمایه گذاری، سرمایه ها بیان توی مملکت سرمایه گذاری. ارزش پول آوردن، هیچ سرمایه گذاری هم نرفته پایین. از اون طرف دیگه شده یه منبعی برای درآمدی خودش. ارزش پولشون آوردن پایین، وام میدن به دار و دسته های خودشون. بحث موافقات بانکی، دزدان بانکی حکومت به وجود اومده. و حالا الان یکی از بحث های داغی که خودشون دارن با هم میگیرن، وزیر نفت احمدی نژاد، پاسدار میرکاظمی با پاسدار سابق زنگنه دارن علیه هم دیگه افشاگری میکنن کی کجا و چجوری به اصطلاح چیز کرده، دزدی ها را چی داره، سازمان داره. در رابطه با بیکاری خب خلاصه بگم، اینا به حال اومدن گفتن شرط رفع بیکاری ایجاد اشتغاله. بعد اومدن گفتن که ناچاریم بگیم رشد اقتصادی منفی 5%. جالبه، الان هم بسته اقتصادیش رو روحانی داده، گفته که میلیون ها شغل میخوایم ایجاد کنیم ایله و بله. هفته پیش علی ربیعی، قمکش دهه 60 و وزیر کار فعلی جمهوری اسلامی، اومد گفت که متاسفانه تمامی طرحهایی که دولت داده عملی نیست، ما فقط میکنیم 499,000 تا ایجاد اشتغال. این آمارش در رابطه با بیکاری، آمار بیکاری تحصیل کرده کن بین 17 تا 64 درصد. این وضعیت چه؟ معادلات اقتصادیش با خارج، تنها نفت صادر میکنه، پول وارد میکنه، چیز میکنه. آخرین نکته هم در رابطه با دزدیاشون، دزدیای جدیدشون، علاوه بر 3000 میلیاردی، علاوه بر دزدی بابک زنجانی، علاوه بر قضیه تامین اجتماعی، دزدیای جنایتکارانه باند مرتضوی، اینا جدیدترین دزدی که اینا به حساب کردن، موضوع شرکت های بی هویت. این شرکت ها رسما زیر نظر وزارت بازرگانی با نمایندگیاش توی خارج کشور شروع توی دوره تحریم، 7 میلیارد دلار نفت خام در اختیار تهیه کننده یا مسئولین این شرکت ها گذاشتن که از طریق شخص ثالث از دبی به حساب چیز بکنن، بفروشن و پولشو واریز بکنن، به اصطلاح تقریبا را دور بزنن.
الان خودشون اومدن گفتن آقا ما 12 میلیون تن نفت دادیم ولی پولمون رو خوردن. پول با کیا؟ شرکت‌ها رو ثبت کرده بودن، سازمان‌های زیر مجموعه وزارت بازرگانی. اینم تازه‌ترین به حساب یه بخش دیگه از دزدی‌های حکومتی که به حال تازگی‌ها رو شده. این کلاً در یه بخش خیلی کوچیکی از کارنامه دولت روحانی را بخش مفصلی. من نمی‌خوام بیشتر از این وقتتون بگیرم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون و خیلی هم خوب بود. ممنون محمد شکوهی عزیز که تو برنامه امروز ما شرکت کردید. مرسی. بله، محمد شکوهی رو داشتیم با گزارش جالبی که در مورد اقتصاد در دوره آقای روحانی دادند. مشکل تلفن ما متاسفانه امروز حل نمیشه و به همین دلیل اگه اتاق فرمان هم موافق باشند ما برنامه ای رو غیر پخش زنده بذاریم تا اینکه بتونیم تمام ذهن و فکرمون رو بذاریم برای رفع این مشکل فنی. به هر حال مشکل فنیه و حتما امروز برطرف میشه. ما روزهای بعد، فردا و روزهای دیگه حتما پخش مستقیم و لایو رو خواهیم داشت. شاید یک بار، شاید البته آدم وقتی در یک جای ضرری میبینه حتما فکر میکنه باید برایش توجیهی هم پیدا بکنه و اینو شما به حساب این توجیه من بذارید. شاید بعضا بد نیست آدم ببینه وقتی رابطه دو طرفه نیست، بین ما و شما رابطه دو طرفه نیست و چقدر ضرره، چقدر این یک به قول معروف یک نعمتیه که مردم در ایران هر لحظه که بتونن با همه مشکلات و صدی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده میتونن تماس بگیرند و حقایق داخل ایران و یا اونجوری که فکر میکنن میخوان صحبت بکنن بتونن بدون محدودیت، بدون پرده پوشی و بدون کنترل بیان بکنن. و این امروز لااقل ما این امکان رو نداشتیم و محدودیت رو آدم میتونه ببینه و پیشروی ما رو میتونیم ما اینجوری بررسی بکنیم و ببینیم ما چه از این نظر چقدر قوی و قدرتمند هستیم که میتونیم امکان بذاریم علارغم تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی میکنه، کنترل که میکنه، تلاش میکنه زندگی مردم لحظه به لحظه به اصطلاح تحت کنترل نگه داره، رابطه ای هست بین مردم و یک حزب خوشنام سرنگونی طلب و یک حزب خوشنامی که برای زندگی انسانی مردم داره میجنگه و تلاش میکنه که جامعه شکل ظاهرش عوض بشه و محتوای زندگی در اون جامعه تغییر بکنه و بهبود پیدا بکنه. پارسال 4000 خورده نفر در ایران خودکشی کردند. اینم از ثمره کارنامه دولت روحانی هست. در جامعه‌ای که 4000 خورده در یک سال به زندگی خودشون پایان میدند. و نقطه امیدی که ما داریم اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه در ایران یک خفقان غیر قابل به اصطلاح کنترل ایجاد بکنه. ما و رسانه ها و مدیای اجتماعی سد خفقان جمهوری اسلامی رو شکست و الان هر فرد برای خودش بدون کسی این که بتونه روش کنترل بکنه میتونه بحثش رو بکنه، نظر بده و 15 میلیون نفر در ایران کاربر اینترنتی هستند، به فیسبوک دسترسی دارند و دارن نظر خودشونو به دنیا اعلام میکنن و از دنیا نظر میگیرند و میفهمند که در بریتانیا مثلا چه خبره، مردم چجوری بحث میکنن، چه فکر میکنن، یا در آخرین دستاوردهای هنری رو در دنیا رو به راحتی میبینن بدون اینکه حکومت جهل و خرافه حکومت اسلامی، همین حکومت اسلامی بتونه مردم رو تو این زمینه کنترل بکنه. حکومت اسلامی خیلی جالبه، وزیر ارشاد ایشون اعلام کرده که در جامعه ایران کتابخونی خیلی پایین اومده و خیلی بده و ایشون هشدار دادن در رابطه با مسئله کتابخونی در ایران. هشدارشون اینه که گفتن من
رفتم خارج دیدم هر که تو حتی تو صف اتوبوس منتظر اتوبوس هست داره کتاب میخونه، یا وقتی سوار قطار میشی مردم دارن قطار میخونن و ایشون میگن تو ایران اینجوری نیست. ولی اون سر قضیه، اون سر داستان اینه که مردم نمیخوان چرندیات شما رو بخونن و کتاب هایی که از زیر دست شما بیرون بیاد و از وزارت ارشاد قرار بهش مورد تایید بزنه معلومه کسی که سر نمیشکنه و تیراژ کتاب هاشون به 500 تا هم نمیرسه. در عوض همون کسایی که از نظر جمهوری اسلامی کتاب خون نیستن میبینین که کرور کرور میلیونی پای چیزن، اینترنتن، فیسبوکن، از این طریق با هم گوگل پلاسن و راهبر و ماهوارن، کتاب ها و نظرات و بحث ها رو از این طریق میبینیم. ریچارد داوکینز کسی که خدا ناباور بزرگ دنیا که بهش میگن چارلز داروین این دوره، این زمینه، کسی که نشون میده و بحث میکنه که اعتقاد به خدا خرافه بیش نیست و داستان اینی که جهل در واقع انسان و نشان دهنده به اصطلاح اینی که انسان دردمند، انسان بیچاره که نمیخواد راه حل زمینی برای درد خودش پیدا کنه و براش مبارزه کنه و جنگه، با آسمون ها پناه میبره. ریچارد داوکینز یکی از چهره های شناخته شده و معتبر و قابل احترام در بخش وسیعی از تحصیل کردگان و کسایی که با علم و دانش به طور حرفه‌ای سر کار دارن و تو از همین تلویزیون خودمونم بارها و بارها میبینیم. و اینه، در حالی که حکومت اسلامی همین چند روز پیش یه بحثی یکی از این سران حکومت اسلامی انجام داده بود، میگفت ما که یک خدا ناباور، یک کسی یک بیدین رو اگه بخوایم برگردونیم به دین برامون بسیار مهمتره تا بتونیم مسئله فقر رو تو این مملکت حل کنیم، برای اینکه حکومت، حکومت مذهبی، حکومت از راه مذهب و چپاول و دزدی و غارت و استفاده از همه به اصطلاح بت‌های اسلامیش و شخصیت‌ها و پیغمبران و امامان و اینا رو استفاده بکنه تا بتونه مردم رو بیشتر بچاپه، یک بخش از مردم اگه حتی مغزشویی بکنه بتونه ازش استفاده ببره. در همین شرایط که حکومت اسلامی داره این چنین بر سر زندگی مردم داره معامله میکنه، این چنین زندگی مردم رو به اصطلاح تو چنگال خودش گرفته و توی مدارس، تو دبستانها کرور کرور گله آخوند میفرسته که برای اینکه از بچه رو از کودکستان تحت تاثیر قرار بدن تا همه سطوح جامعه، تا هر سنی رو، میبینیم که خدا ناباوری، اعتقاد نداشتن به مذهب دیگه و پوچ دونستن مذهب داره بیشتر و بیشتر میشه. یک بخشش اینه که این رابطه‌ای که هست بین علم و تکنولوژی و رسانه‌های خبری با جامعه ایران که دو طرف از همدیگه تأثیر می‌پذیرن، هم مردم ایران تأثیر می‌ذارن روی همه کسایی که توی بالاخره با ایران در تماس هستن، جوان‌ها رو می‌بینن، زندگی رو می‌بینن، هم خود جوان‌ها و مردم ایران همونقدری که از دنیا باخبرن و دنیا رو می‌بینن و این یک دستاورده. همه اینا رو که گفتیم بازم تلفنمون وصل نشد و امیدوارم که اگه برنامه دیگه ای اتاق فرمان داشته باشن بذارن، تا اینکه البته بخش زیادی از برنامه از دو ساعتمون تقریبا رفت، 40 دقیقه مونده از اینکه این بخش از برنامه بسن به پایان برسه، ولی این مسئله رو ما داریم. شاید بتونید شما خودتون رو آماده بکنید در برنامه های بعد بیایم از دستاوردهای جامعه بگیم. به طور مثال دستاورد جامعه سر مسئله بیهجابی، اگه حوصله داشته باشید که من فکر نمی کنم داشته باشید، ما شاید بیشتر صحبتهای این اراذل و اوباش دست بالای حکومت رو بیشتر گوش بکنیم. این امام جمعه ها و فلان اینا در مورد وقتی میان جمعه ها به اصطلاح خطبه های نماز جمعه شون بدون برگرد، بدون استثناء، یک بحث همیشگی و تعطیل ناپذیر
و فراموش نشدنیشون سر مسئله زنان، سر مسئله حجاب، سر مسئله بدحجابی، سر مسئله بیهجابی، سر مسئله این بخش حیاتی حکومت اسلامی روی این مسئله است. و من از شما میخوام دستاورد این جامعه رو، فکر و به اصطلاح اندیشه و فرهنگ نوینی که تو جامعه هست بیاید تو این برنامه ها بحث کنید و به اطلاع برسونید. خود حکومت اسلامی همین دو سه روز پیش اعلام میکنه در رابطه با رابطه خارج از ازدواج توی جوانات، بخش وسیعی از جوانات توی دبیرستان ها حتی، و در ظاهر این یک کار غیر اخلاقی، کار زشت که یک دختر به پسر پیش از ازدواج، عموما البته برای دختران وحشتناک از نظر فرهنگ اسلامی و فرهنگ متحجر مذهبی و فرهنگ عقب مونده قرون وسطایی، راستش بگم ما قبل جامعه نوین، اینکه رابطه باید بعد از ازدواج باشه و شوهر باید اولین کسی باشه که میتونه باید با همسر خودش رابطه داشته باشه، زن باید بکارت داشته باشه و اگه نداشته باشه یه فاجعه. جوانات تو ایران این مرز عقب موندگی و تحجر اسلامی و مردسالارانه رو شکوندن و کنار گذاشتن و اینم از نظر ما یک پیشرفت هست برای یک جامعه‌ای که میخواد امروزی زندگی بکنه. شما از یک دختر و جوان انگلیسی یا آلمانی یا کشورهای اروپایی بپرسید مسئله بکارتو، براشون خنده داره، یعنی واقعا خنده داره که یکی بگه که ما منتظریم که وقتی ازدواج کردیم اولین رابطه جنسیمونو داشته باشیم. واقعا مثل این که بهشون آدم بگه که یه چیز مال 2000 سال پیش رو برای اینا تعریف بکنه و بگه که فرهنگ و اینا باید اینطوری باشه. یعنی اینطوری بهت بگم که سوار شدن با ماشین چیز خوبی نیست، باید آدم با شتر مثلا رفت آمد بکنه تو انگلیس. خب برای هر کسی خنده داره، کسی که الان تو میدان شهر لندن با شتر رفت آمد بکنه، همه فکر میکنن این، همه به درست فکر میکنن این یه مشکل روحی داره یا یه اشکالی تو کارشه. همین مسئله بکارت، رابطه به اصطلاح ازدواج، رابطه سکس حتما باید بعد از ازدواج باشه، الان برای بخش وسیعی از مردم اروپا اینطوریه. من همینطوری صحبت کنم، اتاق فرمان میگه شما ادامه بدید تا مسئله تلفنمون حل بشه. به هر حال من خیلی دوست دارم که صحبت بکنم، امیدوارم برای شما بینندگان خسته کننده نشده باشه، یا به هر حال جذاب باشه صحبت‌هایی که داریم می‌کنیم. و تنها اشکالی که من از این، خب حتما اتاق فرمان بیشتر از من ناراحتن، اینه که شما بینندگان نمیتونید. بله تموم بکنم. بله اتاق فرمان محبت کردن، گفتن که برنامه رو الان به اینجا تموم میکنیم، پس حتما فردا پای برنامه باشید و برنامه فردا باید با پرشورتر شهلا دانشور، همکار و دوست و همرزم عزیز من، فردا تو این اینجا خواهند بود و برنامه پخش مستقیم خواهند داشت. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم خیلی خسته کننده نشده باشه برای شما. تلویزیون کانال جدید صدای شکست جمهوری اسلامی، صدای انقلاب مردم و صدای آزادی خواهیه. فراموش نکنیم که این تلویزیون رو به همه معرفی کنیم. بهترین ها برای شما.